مرد عنکبوتی بازگشت به خانه بار دیگر به سرچشمه این ابرقهرمان محبوب برمیگردد. دانش آموز یتیم و خجل دبیرستان که با عمه و عمویش در نیویورک زندگی میکند، در اثر نیش پشه قدرت‌های ابر انسانی مییابد. اولین حادثه بزرگ زندگی او همکاری با ابرقهرمان‌های گروه اونجرز در نیویورک است علیه مهاجمان فضایی. At the beginning of the movie, Peter loves being Spider-Man. کارگردان جان واتس میگوید در آغاز فیلم پیتر پارکر عشق میکند که اسپایدرمن باشد، ولی خوش ندارد پیتر پارکر باشد، چون پیتر پارکر نماینده گذشته اوست، یعنی دانش آموز درس خوان ولی منظری دبیرستان. ولی به عنوان مرد عنکبوتی، تونی استارک مرد آهنی رو دیده، کاپیتان آمریکا رو زده و آینده درخشانی پیش رو دارد. اما در هر حال ابتدا باید با پیتر پارکر بودن خودش کنار بیاید. All right. It's not a hug. I'm just grabbing the door for you. I'm not there yet. All right, kid. Good luck out there. اما برای نوجوان دیدار با تونی استارک سرانجام با نومیدی به پایان میرسد، زیرا استارک او را تشویق میکند که برگردد به زندگی خودش و درس و مشق دبیرستان و سعی کند ابرقهرمان محله باشد. کارگردان جان واتس میگوید این اولین فیلم ابرقهرمانی مارول است که نه بالای برج‌ها و سیاره‌های دوردست خدایان، بلکه کف زمین جریان دارد و به زندگی مردم عادی و بچه‌های دبیرستان میپردازد در جهانی که ابرقهرمان آنها با مهاجمان فضایی نزاع می کنند و خدایان از آسمان به زمین آمدند. دسته تبهکاری به ریاست لاشخور با بازی مایکل کیتن از زباله‌های الکترونیک بازمانده از مهاجمان فضایی تجهیزات تازه می‌سازند برای سرقت از بانک‌ها و فرصتی است برای مرد عنکبوتی که قدرت‌های خود را آزمایش کند. منتقدها پرداختن فیلم به مشکلات این نوجوان دبیرستانی و اطرافیانش را نقطه قوت فیلم مرد عنکبوتی بازگشت به خانه می‌دانند.